صاحب زیبای همینگتون بخیر، خوش آمدین و خوشبختانم مهماندار هستیم. مهمان عزیز در کنار ما است بانوی توانا، به شما شبانه جان بخونش میدیم. بله، قسمی که کرشمه جان گفتن بانوی موفق در کنار ما هستن نیلا فیضی، رئیس مؤسسه صحت رفاه زنان و همچنان ترینر انکشاف خودی. در خدمت شما ایزان قرار داریم و در مورد فرصت های فعلی برای جوانان صحبت می داشته باشیم، با شما هم همراهی مون کنید. سلام، صبح بخیر نیلا جان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم صحت سلامت باشین. خوشحال هستم که در برنامه شما حضور دارم. ممنونتان نیلا جان، ما هم خیلی خوش هستیم از اینکه تشریف آوردین و در کنار ما هستید. بیشتر صحبت ها را در مورد فرصت های فعلی برای جوانان که چقدر فرصت زیاد مهیا است که جوانان میتونن کارهای خیلی زیاد را انجام بدن. کرشمه جان، زمانی که ما میایم راجع به فرصت ها حرف میزنیم، اکثرا توقع یا دیدگاه جوانایی است که یک فرصت در یک پتنوس، مثلا میگیم که یک پتنوس تمام چیزهایی که توقعات که از اونا هست اونا باشه و بیای پیشون پیشکش کنیم و اونا بگیرن. دقیقاً اگر ما موضوع فرصت بحث کنیم، فرصت یعنی زمانی که یک در یک مقطع زمانی مشخص به تو یک فرصت ازی فراهم میشه که تو بتونی یک کار در اون زمان انجام بدی و اون مثبت باشه با آینده تو، تو رو نزدیکتر بسازه به اهدافت، اون رو ما فرصت میتونیم بگوییم. ولی متاسفانه حرفی که امروزه همیشه چالش برانگیز است در میان جوانان ای است که اینو فکر میکنن باید تمام مسائل جور باشه، خوب باشه تا اونا بتونن فکر کنن که تمام یعنی فرصت خوب هست و اونا میتونن استفاده کنن. ببینین شما امروزه سیس که مسائل اقتصادی ما خراب هست، مسائل اجتماعی ما خراب هست، مسائل امنیتی که مهمترین رکنش ادا میکنه و درست نیست. ولی ما اگر میخواییم میتونیم این می تمام چالش ها را به یک فرصت تبدیل کنیم. درست، مسائل امنیتی مشکل داره، قبول داریم. مسائل اجتماعی ما مشکل داره، قبول داریم. مسائل اقتصادی مشکل داره، قبول. ولی ما میتونیم نمیری یک به چرخ بده. یکانه چیزی که عاملی که میتونه ما را زندگی ما را تبدیل کنه، ما را کمک کنه تا بتونیم به یک مسیری که خود ما میخواییم به اون مسیر بریم و اما داشته هایی که داریم استفاده کنیم و به جایگاهی که میخواییم برسیم ایست که مغز ما را تغییر بده. یکانه چیزی که افکار ما، یعنی افکار ما را تغییر بده تا زندگی ما قسمی که میخواییم تغییر کنه. یعنی هیچ عامل بیرونی باعث از این نمیشه که ما خود بدبخت یا هم به طور کلن بگیم که زندگی ما خراب هست. هیچ عامل بیرونی باعث از اون نمیشه جز از اینکه عامل درونی یا داخلی هست. مثلا افکار ما، کنکشن افکار زمانی که ما فکر ما خراب باشه طبیعی است که سر فیزیک ما تاثیر میکنه. یعنی جسمن ما ناراحت می باشیم، مریض می شیم. وقتی فیزیک خراب باشه سر مغز تاثیر میکنه. یعنی یک کنکشن یا یک ارتباط مستقیم اینا با هم داره. تا زمانی که ما نتانیم این می سیستم زندگی خود چرخ بدیم، امی مسیری که مغز ما رو به کدام طرف میبره تغییر بدیم، تا او زمان هست، تا او زمان ما نمیتونیم که به فرصت هایی که آمده یا میایه اونا را دست پیدا کنیم. مشکل اصلی ما چی هست که ما همیشه فکر میکنیم که هر جایی که پول بود فرصت هم اونجا هست. یعنی فرصت فکر میکنیم پول هست، ولی ما میتونیم با فرصت های دیگه که در چهار اطراف ما هست پول خلق کنیم. یعنی یک تعدادی از جوان ها وقتی ما در سمینارهای می باشم اونا پرسان میکنن که شاید ما زیاد حرف زدیم و اونا هم سوالات متعدد داشتن، اونا میگن که نه استاد یا بانو فیضی، هر زمانی که پول باشه فکر کنید تمام چیزها رو ما میتونیم، ولی پول خوشبختی نیست. بله، پول شما میتونید با پول هر کار دیگه ایره کنید جز از اینکه اگر شما مغزتان خراب باشه، افکار منفی داشته باشین، پول از دست شما میره و هیچ کاری هم شما نمیتونید. مهمترین رکنی که در فعلا جوانا دارن، مهمترین یا قیمت بهاترین شی که پیشان است عمرشان است، جوانیشان است. یک فردی که کهنسال یا میان سال با یک فردی که جوان هست بسیار فرق میکنه انرژیشان. یعنی شما فکر کنین شما چقدر میتونین انرژی دارین کار کنین. شما میتونین مثلا در 24 ساعت حتی 20 ساعتش متواتر کار کنین بدون خستگی. یک کسی که میان سال هست شاید بیشتر از 10 ساعت متواتر کار نتاره، حتی 8 ساعت. کهن سال خواهی چرا میتونیم مقایسه کنیم؟ خب چی هست؟ ما عمر ما را بسیار هدر میتونیم و دقصیش نیست. فکر کنیم اگر یک پسر یا یک دختر از پدر میراث مانه برش پول ثروت، او را به جای مصرف کنه، خرج کنه، ما همه ما میگیم عیف پول نه، چقدر ناق مصرفش میکنه، چقدر زحمت کشیده پدرش، چقدر بسیله هم میگه من اویی به دست آورده، اویی به دست آورده، چقدر ناق بشه، حیفی ما میگه که چرا پول حیف مصرف میکنه.
ولی اگر امی موضوع رو بیایم در عمر چینج کنیم یا تغییر بدیم، در عمر چی؟ ما که هیچ کار نمیکنیم در جوانی، ما که هیچ فعالیتی از خود نشان نمیدیم، هیچ کاری که باعث ازی شود که در آینده باعث راحتی ما شود نمیکنیم، هیچ کسی متوجه به اون نیست. یعنی عمر چیزی است که با هیچ قیمت نمیتونیم پس برگردن. واقعا متاسفانه باز ما در اینجا یک اشتباه کلانی که میکنیم، پول بسیار ارزش میدیم ولی عمر ارزش نمیدیم. در یکی از روایت ها هست، اگر اشتباه نکنم، حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن به یکی از یاران خود، گفتن شما نباید از ثروت ترجیح بدین به عمرتان. یعنی شما باید بخیلی با عمرتان کنین نه با ثروتتان. یعنی ما همیشه به ثروت و داشته های مادی ما زیاد میپردازیم به جای معنوی. اگر یک جوان بتونه مطالعه بیشتر کنه، فهم و درک خود بالاتر ببره، پس مطمئناً او ثروتمندتر از فرد است که پول داره. یک کسی که زیاد میفهمه با یک کسی که نمیفهمه، شما مقایسه کنید، در یک دیبیت یا یک کمپیتیشن بندازینش، هر چی تو پول داشته باشی، وقتی بحث میشه، وقتی نیاز به افکارت است، وقتی تو میخوای در بحث پیشکش کنی، پول نمیتونه با تو هیچ چیز بیاد. هیچی. مثلا ما پول داشته باشم، خب من نمیتونم ورزش کنم. مثلا یک کس دیگر را هایر کنم، پول بتونم بگویم تو ورزش کن که ساعت من ماشم. امکان داره؟ نه خیر. خب عین چیز هست، ما فرصت ها را خود ما خلق میکنیم در چهار اطراف. ما بعض اوقات مرا بعض دوستان میشه فرصت طلب هست، میگم بله باید هم باشه. باید حماقت اینجا هست که فرصت باشه و ما بگیم که خب منتظر این شهر نمیخوایم، یکی دیگه شاید بیاد. اکثر جوانا اشتباه زندگیشون چی هست که اگر یک فرصت کوچک میاد، فکر میکنن خب این کوچک است، حالا نیاز به این نیست، من میتونم در آینده یک فرصت کلان به دست بیارم و او زندگی من رو چنج کنم. متاسفانه بی خبر از اینکه شاید او فرصت در ظاهر کوچک معلوم شد، ولی بزرگترین قدم زندگیت میتونه باشه. واقعا دقیقاً نکات خیلی خوب را نیلاب جان خودت اشاره کردی. خودت به عنوان مؤسسه یک مؤسسه هستی، رئیس یک مؤسسه هستی، در رأسش قرار داری. از موفقیت های خودت بر ما بگو، چون یک انگیزه خیلی خوب است برای جوانا، برای همسن و سالهای خودت. دختر خانمایی هستن که فرصت های خوب در دستشان است ولی استفاده درست نمیکنن. میشه از خودت بر ما بگو که موفقیتت را چطور دریافت کردی؟ سلامت باشین. اگر راجع به خود بگویم، شاید بعض اوقات بعض دوستان میگه که خب تو همه چیز داری، ارگان داری از خود، این چیز است، اون چیز است. میگم ببینه سیست، من همش دارم، باید شاکر باشیم از داشته هایم. اولین قدمی که میتونی نعمت هایت یا داشته هایت زیاد بسازی، اول شکر است. چون میگه شکر نعمت، نعمت رو افزون کند، کفر نعمت از کفش بیرون کند. یعنی به هر اندازه که ما شکر بکشیم به داشته های ما، بیشتر و بیشتر تر میشه. اگر بیایم راجع به دستاورد های موفقیت، من نمیفهمم شما مرا موفق مینامین یا نه. سپاس، شما موفق بودین و هستین، سلامت باشین، قربانتان. چیزی که من فکر میکنم باعث ازی شد که من تبدیل به چیزی که امروز هستم شوم، من حدودا کارم از 14 و نیم سالگی شروع کردم. یعنی من در آوان از طفلیت به نوجوانی پایمانده بودم، من کار شروع کردم، فعالیت های اجتماعی شروع کردم و تلاش میکردم. در دوره مکتب هم یک دختر فعال بودم. من از فرصت بسیار کوچکی که به من فراهم شد در مو جایی که من کار میکردم استفاده کردم. من هرگز داوطلب، مثلا شما شاید فکر کنین اگر یک کسی میگفت که صفایی کن، من داوطلب از صفایی هم بودم. من گفتم من میکنم. میفهمین چرا؟ چون او کارهای کوچک به درستی انجام دادن بزرگی هست. زمانی که شما داوطلب به یک کار میخواین بسازین، خودنا فری کار کنین، او وقت شما پیش نظر کسایی که منیجر شما هستن، در تاپ لیول منیجر هستن، وقتی میبینین اونا شما رو تشخیص میده. انسانهایی که به پول کار میکنه و انسانهایی که فری داوطلبانه به خاطر یاد گرفتن کار میکنه، شما مقایسه میکنین. شما اگر در رأس یک برنامه باشین، شما کدومش رو ترجیح میدین؟ یک کسی که به خاطر جس، به خاطر پول میایه، فقط به خاطر پول میخواد کار کنه، یک کسی که مشتاق کار هست. مشتاق کار هست. چرا؟ کار بهتر انجام میده. شما اگر پول نداشتین، فردا اونا نمیباشن، امروشون مشکلی هست. طبیعی. زمانی که من کار شروع کردم، یک تعداد زیادی از دختر خانمایی که به مراتب از من سنشان بالاتر بود، فهم و درکشان، تحصیلاتشان بالاتر بود، همراه من هم ردیف بودن و حتی رقیب من بودن. ولی من چی بودم؟ هرچند خرد بودم ولی ذکاوت مغزم زیادتر استفاده میکردم، زیادتر تلاش میکردم که خب
درست است، من از هر کسی یاد میگرفتم، یعنی ولو که اگر صفایی می بود، ولو که در بخش منیجمنت می بود، هر اون چیزی که در اونجا تدریس می شد و یا هم یکی دیگر هم می گفتن، من می رفتم یاد می گرفتم. چون سنن من کوچک بودم، اونا ترجمه می دادن، چون دخترای جوان فکر می کردن کوچکا رو باید، دخترای خرد باید سعید کنن، ولی من کوشش می کردم از هر کسی در هر جای یک چیز بیاموزم. چرا؟ هیچ وقت نه دیر هست و نه هم کافی هست که ما یاد بگیریم. بله، کافی اندازه میفهمم، نیاز ندارم. اشتباه کلان انسان هایی که معمولا یک چیزی که من در گروپ هایی که من تدریس میکنم در دفتر میگم، میگم کسی که خود از جات فامیلیه گرفت، پس بدانین که هیچی نمیدونه. بله واقعا ایرم ما خودم هم و کسی که میگه که من نمیفهمم، پس حراس از این داشته باشیم که در راجع به هر موضوعی میگم. بله واقعا ممنون از خودت نیلاب جان، خواهش میکرم شما موفق باشید. خیلی خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و تشریف آوردین. اگر حرفی باقی است کوتاه شما میشنم. امیدوار هستم که بتونیم فرصت های خوب خود ما خلق کنیم. خالق افکار خود هستیم، درست است؟ ما را خداوند اشرف مخلوقات خلق کرده، چیزی باز که ما زندگی ما را نیاز هست به اما قسم که ما نماینده خداوند بر روی زمین هستیم، به مو زیباییش خلق کنیم و فرصت های خدا درستتر و زیباتر بسازیم. پس امیدوار هستم همه ما تانیم از فرصت های مختلف استفاده کنیم تا باشه زندگی ما قسمی که میخواییم باشه. سپاس از شما که دعوت کردیم. زنده و سلامت باشید. فعلا یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین و چند هانه اکساریم.